بحث دیگه که میخوایم روی صحبت بکنم ویژه بانوان و زنان است. البته این بحث نتیجه یک مطالعه یا تحقیق علمی است که دانشگاه یورپ در کانادا انجام داده. حاصل از این مطالعه در مورد از است که چگونه شبکه های اجتماعی میتونه روی سلامت یا روان بانوها تاثیر منفی بگذاره. مطالعه روی سینین 18 تا 25 در میان بانوها بوده و در این مطالعه یک اصطلاحی را کار میگیره به نام سلم تک. سلم تک در حقیقت برگرفته شده از یک خانواده است که ممکن است بسیاری های شما در موردش اطلاعات داشته باشین و بسیاری هم تا هنوز در موردشان نمیفهمین. یک خانواده در امریکاست به نام کارداشینز که یا سلبریتی های بسیار مشهور در شبکه های اجتماعی است و سلم تک در حقیقت برگرفته شده از فرم بدن از اینا است و بانوها همواره خودشانه با یک چنین شکل مقایسه میکنن و این مطالعه نشان میده که هر پیمانه که ما مقایسه میکنیم به مو پیمانه ما دچار افسردگی یا یک روان ناسالم میشیم. اصطلاحی که کار میگیره میگه که پوزیتیو بادی یا پوزیتیو ایمیج از بدن خود ماست، یعنی همواره یا تلقین میکنه که شما بدنتان آنچه هست خوب نیست، شما باید یک مرحله دیگه بالاتر برین. یعنی در این مطالعه میخواین نشان بده که چگونه مقایسه کردن با یک چیز ساختگی و یک چیزی که طبیعی و حقیقی نیست میتونه روی روان زنان و بانوان تاثیر منفی بگذاره. به اصطلاح بسیار ساده‌تر میخواین بیان بکنم که مقایسه در ده ها کتاب برش یک تعریف ماندن که مقایسه را به عنوان دزد خوشی و دزد اعتماد به نفس میدانه و وقتی بانوان خودشان به چنین چیز مقایسه میکنه، یکی اعتماد به نفس خودشان عدست میده و دوم خوشیشان عدست میده. و حتی در این مطالعه نشان میده که هشتگ سلم تک بیش از 6.2 میلیون مرتبه در اینستاگرام پوست شده، بیش از 134 میلیون مرتبه در تک تاک نشر شده و این هم برگرفته شده از یک خانواده به نام کارداشیان است که بانوان دیگه در سراسر جهان خود مقایسه میکنه و علت جمعی است که سرمایه‌داری مجبور است از یک جای صنایعی که شامل صنعت جراحی پلاستیک است، صنعت مود فیشن است، صنعت میکاپ است، صنعت فروش مواد کازمتیکس است، بنان ناگزیر است که از یک حالت را به ما یک احساس را بده که ما کافی نیستیم، ما باید چیزی را به خود اضافه بکنیم که ما باید خوب شویم و کافی شویم، در حالی که ما خود هم میدانیم که این چیزا تمامش به عنوان اثر است که از ما پت و پنهان نگه داشته شده. این مطالعه میخواد به ما بگه یا درس که میتونیم از این مطالعه بگیریم که شبکه های اجتماعی میخواد بر ما بگه که ما کافی نیستیم، ما خوب نیستیم، ما یک چیز لازم داریم، یعنی به ما یک ضرورت کاذب میده، چیزی را که ما نیاز نداریم احساس میده که ما باید بگیریم و به دلیل است که سرمایه‌داری با می شاخ و برگش میچله به زبان عامیانه و چرخایش میگرده. بدان پیام ما بر بانوها این است که این مطالعه دانشگاه یورپ نشان میده که این اصطلاح سلم تک یا چنین موضوعات کاملا ساخته و پرداخته یک مجموعه است که وامی خواهن فقط سود و یا پول بدست دارن، بران شما کافی هستین و لازم نیست شما در این تله خودتان گرفتار بکنین.